سلام به همه شما بینندگان عزیز کهکشان اشرف. در کارزار بزرگ مقاومت ایران همچنان شاهد دستاوردهای تازه و ارزشمندی از سراسر جهان هستیم. در دنیای عرب فراخوان 250,000 تن از مردم و شخصیت‌های سیاسی از 18 کشور عربی به فهرست بلند بالای حمایت‌های گسترده از این کشورها افزوده شد. همزمان در کنگره آمریکا هم بار دیگه خواسته های کارزار مقاومت ایران از سوی اعضای مجلس نمایندگان مطرح گردید. راد شرمن عضو ارشد زیرکمیته تروریسم در جلسه استماع این زیرکمیته خواهان آن شد که آمریکا در آینده برای فروش سلاح به مالکی 4 شرط تعیین کنه. او یکی از این شروط رو متمرکز شدن مالکی روی گروگان های کمپ اشرف و حقوق انسانی آنهایی که در لیبرتی هستند اعلام کرد. اما اهداف این کارزار نه فقط در اروپا و آمریکا و کشورهای عربی، بلکه حتی در آن سوی اقیانوس‌ها در استرالیا هم از سوی بسیاری از نمایندگان مردم و شخصیت‌های برجسته این کشور پیگیری میشه. در کنفرانس مطبوعاتی کانورا نمایندگان مجلس فدرال و اعضای سنای استرالیا دولت کشورشون رو به وادار کردن عراق به آزادی گروگان‌ها و تامین امنیت لیبرتی فراخواندند. امروز 108مین روز اسارت 7 گروگان اشرفیه و ما یک قطعه شعر کوتاه رو تقدیم همه اونهایی میکنیم که از روز 10 شهریور تا کنون آزادی اونها رو در لیبرتی و سراسر جهان فریاد کردند، خسته نشدند، همه سختی ها رو تحمل کردند، زندگی و کار و گاه درس و تحصیلاتشون رو متوقف کردند، راه باز کردند و درس های درخشانی از پایداری و ایستادگی رو به ثبت رسوندند. این زبان حال اونهاست. ما آرزو را گذاشتیم و آرمان را برداشتیم. ما عشقها را گذاشتیم و رنجها را برداشتیم. ما برکه را گذاشتیم و به رودخانه پریدیم. از این روست که چشمان من از ماه آسمان می گذرد و سوسوی تک ستاره ها را نمی بیند و با خویش می گوید ای کاش همیشه آینه کهکشان بماند. گروگان‌های ما در دست‌های مالکی است. اینک من ایستاده‌ام، ما همه ایستاده‌ایم تا مرگ. همه چیز را ترک کرده‌ایم، بی هیچ لقمه و حلقومی، با دل شیری بر درگاه جهان، با دل شیری بر درگاه جهان. Hostages! Now, now, now! Free seven hostages!
با مریم رهایی با جنگشان زوره تو پیروزی میتازید تا قصدم یک سر دیران کنید اشرف و سر تا سر ایران کنید اوباما اوباما تیک اکشن فری سبن هستجز نه 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 اوباما اوباما تیک اکشن فری سبن هستجز نه نه نه
عبد الرحمن مطر، الكاتب والصحفي السوري ومدير مركز الدراسات المتوسطية. في بداية هذا اللقاء أتوجه بالتحية والتقدير للسيدة رجوي. ابتداء از خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تشکر میکنم. همچنین از دوستان و همرزمانم در سازمان مجاهدین خلق، کسانی که در اشکال مختلف با دیکتاتوری رژیم ایران در ستیزند. جنایت ضد بشری مزدوران حکومت نوری مالکی در بغداد علیه اشرف با هر معیاری ضد انسانی است و تحت هر قانونی یک جنایت محسوب می شود. کاری که دولت عراق بعد از اشغال کمپ اشرف انجام داد و منجر به شهادت 52 تن از ساکنان و ربودن 7 نفر شامل 6 تن شد. این یک جنایت دولتی بوده و باید مورد پیگرد بین المللی قرار گیرد. این مسئولیت به طور مستقیم بر عهده این دولت است، چرا که ساکنان بر اساس توافق چهارگانه بین سازمان ملل، آمریکا و دولت عراق با ساکنان اشرف در این کمپ باقی مانده بودند. ما جنایات کثیف دولت نوری مالکی علیه مردم عراق به طور عام و همچنین علیه مجاهدین و ساکنان اشرف به طور خاص را محکوم می‌کنیم. همچنین از جامعه بین المللی به ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون و شورای حقوق بشر و تمامی سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که به مسئولیت تاریخی خود قیام کرده و بر اساس قوانین بین المللی تحقیق مستقلی در مورد جنایتی که در کمپ اشرف صورت گرفته است انجام داده و مجرمین را به دادگاه‌های بین المللی احاله دهد. اننا ندین هذه الجريمه النكراء وندین الممارسات العنصريه والاستبداديه و عمليات القتل والإبادة التي ينتهجها نظام نوري المالكي في العراق ضد أبناء شعبنا في العراق عموما وضد المجاهدين وضد سكان أشرف. متأسفانه سکوت بین المللی در برابر آنچه دیکتاتورها در جهان انجام می‌دهند قیمت سنگینی در پی دارد، مانند آنچه در سوریه می‌گذرد. این سکوتی است از جانب رؤسای کشورها و جامعه بین المللی در برابر کارهای نوری مالکی در عراق و آنچه خامنه ای در ایران انجام می دهد. همچنین در برابر اعمال قاتل مردم سوریه بشار اسد. همچنین قربانیان زیادی در نتیجه جنایات نوری مالکی در عراق وجود دارد که جامعه بین المللی در قبال این جرایم سکوت پیشه کرده است. ما خواهان عدالت هستیم. ما توجه دولت نوری مالکی را به ضرورت آزادی فوری این فعالین سیاسی و زندانیانی که بین آنها 6 تن وجود دارد جلب می‌کنیم. زندانی کردن این نفرات مخالف کلیه مبادی شرعی و در تعارض با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسانی و برخلاف توافق چهارگانه است که با اشراف آمریکا و حضور مستقیم سازمان ملل صورت گرفته. ما درخواست آزادی فوری این نفرات را داریم. الامم المتحده نطالب بالافراج عنهم فورا كما نتوجه إلى إخوتنا المضربين عن الطعام في ليبرتي. نشد أزركم ونقف إلى جانبكم. نحن في خندق واحد في مواجهة الطغاة والاستبداد وسوف تشرق شمس الحرية قريبا. و شما ای اعتصابیون، ای مجاهدین شریف در لیبرتی که صبر و پایداری را در برابر سختی ها پیشه کرده اید، پیام شما را گرفتیم. نیرویتان افزون باد. قلب‌های ما با شما و ضمیرهای زنده ما همراه نبرد شماست. ما مبارزه شما و آنچه به آن قیام کرده ای را دقیقاً می‌فهمیم. مبارزه شما در این شرایط یک مبارزه سیاسی و مسالمت‌آمیز است. اعتصاب غذای شما پیامی برای دنیا دارد که باید در کنار شما بایستد. این شیوهی که مالکی در پیش گرفته است با تمدن و تاریخ عراق و موقعیت مردم عراق منافات دارد. ما به شما می‌گوییم که شما پیام‌آوران آزادی هستید و امیدوارم که همیشه روی هدفتان استوار و پایدار باشید. ما و قلب‌های ما با شماست. اتوجه الیکم اليوم بانکم انتم رسل من اجل الحريه كونوا دائما بثبات على الهدف ونحن معكم وقلوبنا معكم. I've seen it all a thousand times, falling down, I'm still alive. Am I? Am I? So hard to breathe when the water's high. Need to swim on the road to fly. So high, so high.
the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. Living proof, I see myself in you. When walls start to close in, your heart is frozen over. Just show what you have. When sunlight's fading, the world will be waiting for you. Just show what you have. Just show what you have. Gloves are off, ready to fight. Like a lion, I will survive. Will I? Will I? You gotta stand for something, even if you stand alone. Don't be afraid, it's gonna be alright. You'll find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. The living proof, I see myself. کنیم.
دشمن رو از گرد پشیمان کنی، اشرف و سرتاسر ایران در کارزار بزرگ مقاومت ایران هر روز شاهد حمایت‌های گسترده از سوی وجدان‌های بیدار در کشورهای مختلف هستیم، از آمریکا، اروپا، استرالیا، آفریقا و سراسر منطقه خاورمیانه. در میان همدلی و همبستگی مردم و شخصیت‌های کشورهایی که خودشان در بهار عربی قیام و انقلاب علیه دیکتاتوری را تجربه کردند بسیار برجسته است. قیدا التواتی یکی از آنهاست. او از اولین زنان زندانی و مبارز لیبی از شروع انقلاب این کشور بوده. قیدا التواتی پس از شنیدن خبرهای مربوط به حمله 10 شهریور و گروگانگیری 7 اشرفی برای آزادی آنها دست به فعالیت می‌زند. او درباره به گروگان گرفته شدن مادر یکی از اشرفی‌های لیبرتی می‌نویسد: با من برای مادر دوست ایرانیم که از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است همبستگی کنید. این موضوع مرا به یاد خودم انداخت که بعد از آزادی از زندان دولت سابق لیبی تهدیدم کرد که مادرت را دستگیر خواهیم کرد. خواسته اعتصاب غذای همرزمان از اعضای سازمان مجاهدین خلق این است که گروگان‌هایشان را آزاد کنند. حکومت عراق از آنها 7 گروگان گرفته که 6 تن از آنها زن هستند. قیدا التواتی در مطلب دیگری می‌نویسد: در حمله‌ای که در کمپ اشرف در عراق در اول سپتامبر روی داد،
زنان مبارز مسلمان ایرانی جان خود را از دست دادند. دوستان من کشته شدند، چرا که خواهان آزادی برای کشورشان ایران بودند. این اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران زنان بزرگ و مبارزی بودند که مالکی برای رضایت خمینی و حکومتش آنها را به قتل رساند. من دوستان مبارزی در مجاهدین دارم که روزی آنها را خواهم دید. از همه می خواهم که از دوستانم و همرزمانم در مبارزه علیه حکومت خمینی از آنها حمایت کنند. مالکی این جنایت را در حق آنها انجام داد. این مرد مزدور رژیم است و علیه همه کسانی که خواهان آزادی هستند طغیان می کند. ما اینجاییم در قرن 21. قرن دموکراسی های صادراتی و شرافت های قلابی، قرن قول دروغین حفاظت و تکرار بیشرمانه خیانت. قرن قتل عام پناهجویان حفاظت شده در روز روشن، قرن گروگانگیری آشکار و معاملات پنهان، قرن گروگانگیری دولتی و انکار حقیقت، قرن دستان باز برای جنایت و زبانهای بسته برای پاسخگویی، قرن شستن دستهای خونالود جلاد و محاکمه قربانی. ما اینجاییم و سوگند خوردیم تا چرکاب متعفن رضالت را بر پیکر این قرن بخشکانیم. پیکرهای فرسوده از احتساب، با خنجرهای گداخته از فریاد، با مظلومیتی عظیم و حقانیتی شگفت، به پای اراده های خیش می‌ایستیم و حق به یغما رفته خلقی را از کام اجدعای ولایت سفله شقاوت بیرون می کشیم.